با ادامه برنامه چهاردیوالی از شبکه جهانی آریانا خوش آمدین. خوشحال آصفی در خدمت شما هست. بازم میریم به طرف مهمان دیگر برنامه، سر میزنیم به ایالات متحده آمریکا. ما روز هم در برنامه گفتم همی وقت افغانستان با آمریکا فرق داره، اونجا اگه شب باشه اینجا روز است، اگه اونجا روز باشه اینجا شب است. همچنان با اروپا 3-3.5 ساعت فرق داریم. اکثر مهمانای ما گاهی میرن به طرف استراحت، گاهی 2 بجه شب میباشه، گاهی 5 صبح میباشه، گاهی 7 صبح. به بسیار مشکل پیدا میکنیم مهمانان عزیز خود را و ما تشکر میکنم از همه افغانایی که در کشورهای مختلف دنیا به سر میبره. ما زنگ میزنیم، مزاحمت میکنیم، آماده میشن که صحبت بکنه با برنامه چهاردیوالی آریانا. مشکل وقت است، ایره ما درک میکنم. دیگه بسیار تشکر. یک کسی انتقاد کرده بود که چرا چهاردیوالی گذاشتنی، اصلا چهاردیوالی سدبی یعنی چه؟ باز ایدو چشمه داره بعد الف داره. او را ما میفهمیم که از لحاظ ادبی چگونه نوشته شده، ولی ما نام عامیانه برش گذاشتیم، مثل که در افغانستان عام هست چهاردیوالی میگنش. چهار اگر نوشته شده ادبی نوشته میشه، درسترش امو هست، ولی ما عامیانه گذاشتیم چهاردیوالی که عام فهم باشه برای همگی. خواستم میره یک یادآوری بکنم. مهمان ما بانو وحیده طاهری، یکی از ویلون نوازان موفق کشور عزیزمان افغانستان که فعلا در واشنگتن دی سی امریکا به سر میبرن، اونجا زیست و زندگی دارن، همین لحظه روی خط سکایپ با ما هست. سلام بانو وحیده، نمیفهم چی بگویم، شب شما بخیر بگویم یا روزتان بخیر بگویم، صبحتان بخیر بگویم، چاشت بخیر بگویم، او را شما بگوین. سلام مام بر شما تقدیم است برسد. سلام های بسیار گرم و صمیمانه براتان تقدیم میکنم و برای همکارانتان و از طریق شما برای تمام هموطنان عزیز خود احترامات و سلام ها و درود ها برشان میفرستم. امید است که این روزها را به خیر سپری کنن انشالله که به امید خدا حتما روزای خوب را در پیش روی می داشته باشن. بیشتر شما گفتین واشنگتن دی سی، یک کم اشتباه شدم، من در واشنگتن هستم، در ایالت واشنگتن، در نزدیک سیاتل. خب شما در ایالت واشنگتن هستین؟ بله. شب است اونجا یا روز است فعلا؟ اینجا تقریبا 2:30 بجه شب است. خب خیلی ما معذرت می خوایم که معذرت می خوایم که مزاحمت کردم، حتما وقت خواب شما است. خواهش میکنم، من محبت را که در مقابل افغانستان و وطن خود و مردم خود دارم، من همیش آماده هستم، چی شب باشه چی روز، میخواهیم با پرچه های ویلان خود، با حرفای گرم و محبت آمیز اونا را با ایشان یک چند لحظه باشم، هیچ بر من فرق نمی کند. از شما بسیار تشکر که مرا دعوت نمودین. تشکر. ما پیش از اینکه برم به طرف سوالات دیگر، اگر در آغاز یک پارچه ویلون بر ما بنوازین، بعد میریم به طرف گپ های دیگر. درست است. ویلونتان هم تیار است پیش خودتان حتما. درست است، بفرمایید. Thank you.
به 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 بسیار تشکر، خیلی عالی، بسیار کیف کرد واقعا. بسیار تشکر بانو وحیده طاهری، واقعا دیگه مو استرس و استراب کرونا یا کووید 19 که بود در سر ما او رو پس کردین. بسیار تشکر، واقعا انگشتان شما طلایی هست و امیدوار هستم همیشه امین گونه بنوازین. کمی صحبت ازی بکنین که ببخشید که ما یک گپتان ما گرفتم، ما یگان کمبودی هایی که از اجرا بوده ما معذرت میخوایم، چون لایف است و کم نا وقت هم است، به او خاطر بازم با بزرگواری خود ببخشید مرا. هیچ گپ نیست، تشکر از کسی که تبلم نواخت. تبله را بسیار زیاد تشکری میکنیم از کسایی که اینا اپلود کردن. بله، ما گفتم خیلی کسا از اونجا می نوازه تبله را. نه نه، خانهشان آباد که قدر امکانات برای ما آماده می سازن و از برکت نمی تکنولوژی است که ما هستیم بازم خانهشان آباد. تشکر. در خانه هستین دیگه، چون قرنطین هست و قیود شبگردی و روزگردی هست هنوز هم در ایالات متحده امریکا بانو وحیده جان؟ اینجا خانه هستیم، من کارم میرم، چون کارم مربوط امورات اجتماعی میشه، ما مجبور هستیم که مثلا برسیم. چی کار میکنیم؟ خود برسانیم. من به حساب سوشال ورکر هستم. خو فعال اجتماعی هستین، خدمات اجتماعی رای میکنین به مردم؟ بله بله. چند سال میشه وایلین مینوازیم؟ ما دیگه از طفولیت کار میکردم، وقتی که در افغانستان در کابل بودیم پدرم که مینواختن خدا بیامرزیشان، بس ما هم دیگه علاقه گرفتم به چون شوقشان بود، آبیشان بود، در خانه مینواختن، بس ما کم کم امرایشان از یاد گرفتیم دیگه. بس آیسته آیسته بس کم بدتر، بس برادرم فواد طاهری، حتما شما با اسمشان آشنایی دارن، بس برادر مرا درس میداد و به حساب درسای موسیقی را، اما بس تا یک مدت مثلا ما یک استاپ داشتم، وقفه داشتم برای مدت تقریبا 13-14 سال دیگه، ما تا آله موسیقی وایلون نداشتم. بس پس دوباره در 2008-2009 ما پس دوباره شروع کردم وایلون، پس فکر میکنم که از صفر شروع کردم دیگه. از خانواده بگوین بانو وحیده طاهری، چند تا اولاد دارین؟ اولادایتان کلان شده یا نه؟ زندگی چطور میگذره در واشنگتن امریکا؟ زنده باشین دیگه، شکر ما یک بچه دارم، شکر دیگه خوب است، زندگی هم بد نیست. در شارکی که ما آمدیم، قبلا در کالیفرنیای امریکا بودم، نسبتا ای شهری که آمدیم آرامتر است، آب و هوایش مثل افغانستان بریست، تقریبا 4 فصل منظم داره دیگه، برف هم داره، باران هم داره، سرسبزی مقبول بسیار داره دیگه. افغانستان نمیم؟ افغانستان ما آمده بودم در 2018، آخرای 2018 آمده بودم، تقریبا 1.5 سال پیش. بله. برای سفرتان رسمی بود یا نه، دید و بازدید از دوستا و خانواده بود؟ نه خیلی رسمی بود، ما به توسط وی جان قاسمی ما دعوت شده بودم، اونا بسیار برنامه های خوبی برای ما داشتن، اما متاسفانه بنابر کمبود وقت ما فقط تنها یک پارچه را ما کار کردیم و ثبت کردیم. تشکر بانو وحیده طاهری که حاضر شدین با ما صحبت بکنین. یک پارچه دیگه هم برای ما اگر لطف کنین، زحمت نمیشه، بنوازین، بعد ما و شما خداحافظی میکنیم. خب ما اینجا یکمک نا وقت است، من معذرت میخوام اگر شبه که من پارچه را کدوم وقت دیگه براتون کار کنم. چطور است؟ سعیسته بیخی خوب است، چون یک پارچه نواختین اما حق خود ادا کردین برای ما و بیننده های ارجمند. خیلی ممنون، خواهش میکنم. اگر که لازم میبینید که من دوباره ثبت کنم او را؟ نه، درست است. پس تشکر، یک پارچه نواختین، بسیار تشکر و بازم معذرت میخوایم که در این وقت شب مزاحمت کردیم برای شما. نه، خواهش میکنم، من بسیار خوش شدم که با تماس شدیم امروز شما، من تو احساس میکنم که من میال در افغانستان هستم، در وطن خود هستم و بسیار دوست دارم مردم خود، وطن خود دوست دارم دیگه، و بسیار آرزو دارم به مردم خوشبخت باشن، خوش باشن،
بهتر زندگی داشته باشند. تشکر. امی لحظه شما را در داخل افغانستان در 34 ولایت میبینن، در قرا و قصبات دورافتاده افغانستان برنامه پخش میشه از تلویزیون آریانا. پیامتان چی هست؟ چون شب و روزهای به اصطلاح عام بگویم کرونایی هست، اونا باشن در خانه باشن یا نه بیرون براین؟ بعضها زیاد دق میاره در خانه نمی باشن و گپ مسئولین و نهادها گوش نمیتن، فرهنگ قرنطینه رعایت نمیکنه. شما به عنوان یک هنرمند پیامتان چی هست به مردم؟ ما امیره برشان پیشنهاد میکنم که کوشش کنند در این شرایط باشند در خانه های خود تا عد امکان بتونن باشند در خانه های خود و گشت و گذار اضافی نکنن، از مجالس و تجمعات دوری کنن و فقط خانه و ماحول و وجود خود پاک نگاه کنن تا بتونن که امی ویروس سرایت نکنه با خودشان و با فامیلا و خانوادهشان. بله، یک به نظر من یک تغییر است. ویروس کرونا به عقیده و باور ما مثلا یک درس است، یک امتحان انسان بودن نشان میده. یک امیر لطفا به خوبی ما شما به حساب یک پرکتیس کنیم که بتونیم مثلا تمرین کنیم. بله بله، تشکر بانو ویده طایری، ویلون نواز نفق کشور، خیلی ممنون. زنده باشین. تشکر از شما که مرا دعوت کردین در برنامه زیبایتان. انشاءالله موفق باشین. همیش ما برنامه هایتان را تعقیب کردیم، از مسائل و مطالب بسیار مقبول و آموزندیتان استفاده کردیم و یاد گرفتیم. افتخار ماستین. تشکر از شما. سلامت باشین. زنده باشین. وقتتان بخیر. شب روزتان خوش. خداحافظ. بخیر باشین. تشکر. خداحافظ. این بود داشته های برنامه امروز من. تا برنامه دیگر که من خوشحال آصفی در خدمت شما قرار میگیرم، تا درود بعد، بدرود.